شهادت پیامبر ابوبکر و عمر ابن خطاب، سرداران بزرگ و رشید اسلام که در هیچ جنگی فرار نمی کردند، برای ترویج اسلام به ایران حمله کردند. در این حمله سرداران بزرگ زیادی برای دفاع از ایران به پا خواستند که یکی از این سرداران بزرگ بابک خرمدین بود. برای اطلاعات جدیدترین ویدیوها کانال رو سابسکرایب کنید و روی علامت زنگوله کلیک کرده ویدیو رو لایک کنید و نظرات ارزشمندتون رو در قالب کامنت ها بنویسید. حتما این کانال رو به دوستان و عزیزانتون معرفی کنید. عمر ابن خطاب، این سردار بزرگ و رشید اسلام که در هیچ جنگی فرار نمی کرد و حتی در جنگاوری و شمشیرزنی از حضرت علی جلو زده بود، فقط دستان سردارانی را که دستگیر می کرد را قطع می نمود و این نشان از نهایت عدالت عمر ابن خطاب است. عمر ابن خطاب کسی بود که برای بیعت گرفتن از علی ابن ابی طالب حریم خانه دختر پیامبر را شکست و درب خانه دختر پیامبر را آتش زد و دختر پیامبر را کتک زد و حتی ایشان را شهید کرد. عمر ابن خطاب کسی بود که پیامبر را دیوانه خطاب کرد و این نشان از نهایت عدالت عمر ابن خطاب است. در آخر روزهای زندگی پیامبر قلم و کاغذی درخواست نمود تا کتباً خلافت علی ابن ابی طالب علیه السلام را اعلام کنند. در این لحظه عمر ابن خطاب با وقاحت تمام گفت: پیغمبر هذیان میگویند کتاب خدا برای ما کافی است و این نشان از نهایت عدالت عمر ابن خطاب است. عمر ابن خطاب کسی بود که بعد از اینکه دستان سرداران ایرانی را می برید، آنها را با عطوفت و مهربانی به خانه هایشان هدایت می کرد و این نشان از عدالت عمر ابن خطاب است. برخی از ما گمان می کنیم که ایران را ابوبکر و عمر ابن خطاب مسلمان کردند، غافل از اینکه آنها اصلا خودشان مسلمان نبودند، زیرا مسلمان واقعی به کشوری تجاوز نمی کند. اسلام یعنی محمد، اسلام یعنی علی، محمد رسول الله، علی ولی الله و این یکی از جنایات عمر ابن خطاب ملعون بود که دختر گرامی پیامبر فاطمه زهرا را شهید کرد. به امید بصیرت و آگاهی برای همه دلباختگان راه امامت و ولایت، به امید آگاهی برای همه کسانی که از دشمن انتظار دارند که جان آنها را تضمین کند، به امید ظهور و حضور مهدی صاحب الزمان
اجل الله تعالی فرج الشریف. یا علی حیدر کرار، ولی و وصی خداوند، پاینده و عزیز و نیک فرجام باشی. اما قضیه به اینجا ختم نمی شود. در سریال هایی همچون عمر فاروق ایرانیان را تحقیر می کنند، در سریالی دیگر به نام الاسفاد عمر ابن خطاب فردی مظلوم و کاردان نمایش داده می شود. در مورد نقد و بررسی سریال تلویزیونی عمر فاروق، در همین کانال ویدیویی با عنوان نقد و بررسی سریال تلویزیونی عمر فاروق قرار داده شده که به علاقه‌مندان توصیه می شود که حتما اون ویدیو رو تماشا کنند. اسلام یعنی محمد، اسلام یعنی علی، اسلام یعنی حسن، اسلام یعنی حسین، اسلام یعنی فاطمه. به امید بصیرت و آگاهی برای همه مسلمانان و آزادگان عالم، به برکت ظهور و حضور مهدی صاحب الزمان اجل الله تعالی فرج الشریف، پاینده و عزیز و رند و زیرک و باهوش باشید. خدا نگهدار تا یه ویدیوی دیگر.